همزمان با امید ایران به لغو تحریم های آمریکا در دولت بایدن، منابعی میگویند دولت ترامپ در مدت باقی مانده تا پایان کارش سیلی از تحریم را روانه ایران میکند. اما آیا با رفتن او فشار حداکثری بر ایران تمام میشود؟ خبرنگارمان از مقابل کاخ سفید آخرین ها را به ما خواهد گفت. همچنین در برنامه 60 دقیقه امشب، آزمایش موفق واکسن کرونا به دست فایزر قول داروسازی آمریکا. آیا کابوس کرونا به پایان خود نزدیک می شود؟ با طرح بحث‌انگیز دولت ایران برای گرداندن چرخ صنعت استانهای کویری، آیا فواید انتقال آب از خلیج فارس به هزینه‌های زیست محیطیش می ارزد؟ و شطرنج بازان ایران در آستانه محرومیت جهانی به دلیل انصراف از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی. نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج میهمان امشب برنامه 60 دقیقه است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. شکست دونالد ترامپ در انتخابات بر فضای سیاسی آمریکا و حتی خارج از آن سایه افکنده. جمهوری خواهان سردرگمند و دموکرات ها سرمست از پیروزی. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب از برنامه های خود حرف میزند، از مهار کرونا و از بازگشت به پیمان پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی. یک خبر خوب درباره موفقیت ساخت واکسن کرونا هم باعث خوشبینی شده و دست کم بازارهای مالی جهان را به شعف آورده. ولی تا 70 روز دیگر همچنان دولت فعلی در کاخ سفید مستقر است. تا اینجایی که به ایران برمیگردد به نظر نمی آید که حتی در این دو ماه آخر هم از تحریم و فشار آمریکا کاسته شود. چه بسا منابعی میگویند که دولت آقای ترامپ قصد دارد از همین فرصت اندک استفاده کند و تحریم های تازه علیه ایران وضع کند. ولی چرا اینقدر دونالد ترامپ از حکومت ایران کینه به دل گرفته؟ دولت دموکرات ها چقدر اهل نرمش است؟ بیشتر داریم باره حرف میزنیم. اول گزارشی از هادی نیلی. دنیاهای موازی در آمریکا. مخالفان دونالد ترامپ از پیروزی رقیبش جو بایدن خوشحالند و در شهرهای مختلف از جمله اینجا در واشنگتن جلوی کاخ سفید همچنان شادی و پایکوبی می‌کنند. اغلب رهبران کشورهای خارجی و حتی آنها که با دونالد ترامپ در این دوره ریاست جمهوریش رابطه دوستانه و نزدیکی داشتند هم حالا دیگر برای جو بایدن پیام تبریک فرستادند و پیروزی او را به رسمیت شناختند. اما کاخ سفید و هواداران دونالد ترامپ همچنان در انکارند. این گروهی از حامیان نامزد حزب جمهوری‌خواه در آریزونا که جلوی نهادهای انتخاباتی محلی تظاهرات می‌کنند و خواستار ادامه شمارش آرا هستند. از دید آنها انتخابات هنوز تمام نشده. در این ایالت آریزونا هنوز نتیجه معلوم نیست، هرچند جو بایدن پیشتاز است و البته او بدون پیروزی در آریزونا هم آرای ایالتی لازم برای رسیدن به ریاست جمهوری را کسب کرده. این هواداران دونالد ترامپ هم مانند او هنوز منتظر نتیجه دیگری هستند. بیش از 70 میلیون نفر به ترامپ رای دادند و پشتش ایستادند. نباید شکست رو قبول کنه تا وقتی که بدونیم همه آرای قانونی شمرده شدند. اگر ترامپ شکایت کنه و معلوم بشه که همه چی قانونی بوده، اون وقت دیگه باید قبول کرد. این کاریه که باید بکنه، ولی هنوز معلوم نیست. گزارش می شود که دستیاران و بستگان دونالد ترامپ در کاخ سفید مواضع مختلفی دارند درباره اینکه دونالد ترامپ چه باید بکند. برخی که گزارش شده فرزندان او بین آنها هستند می خواهند تشویقش کنند که تا آخر مقاومت کند و زیر بار شکست نرود. برخی دیگر هم می گویند ضمن پیگیری های قضایی و دادگاهی او کم کم باید آماده به رسمیت شناختن نتیجه شود، ولی همچنان بر تقلب یا دست کم غیر منصفانه بودن انتخابات پافشاری کند و کنار برود. دونالد ترامپ که تعطیلات آخر هفته را در باشگاه گلفش در ویرجینیا در نزدیکی پایتخت گذراند، از حضور در برنامه‌های عمومی و آمدن جلوی خبرنگاران پرهیز کرده. وضعیتی وارونه هفته‌های مانده به انتخابات که او رقیبش جو بایدن را بابت ماندن در خانه دست می‌انداخت. رئیس جمهور منتخب جو بایدن امروز اعضای ستاد ویژه‌ای که برای تدوین برنامه مهار همه‌گیری ویروس کرونا تشکیل داده را معرفی کرده. از جمله بین آنها مقام‌های سابق سازمان‌های بهداشت عمومی هستند که در ماه‌های اخیر به سیاست‌های دونالد ترامپ اعتراض داشتند و کنار رفتند. انتقاد از نحوه مدیریت دونالد ترامپ در بحران کرونا پیام اصلی کارزار تبلیغاتی جو بایدن بود.
من آمادم تا کار برای مردم آمریکا رو شروع کنم. امروز این کار شروع شده. ما هر کاری می‌کنیم تا کووید 19 رو کنترل کنیم، تا بتونیم کسب و کارها رو دوباره به صورتی امن راه بیاندازیم، زندگیمون رو ادامه بدیم و این بیماری همه‌گیر رو پشت سر بذاریم. در آمریکا بار دیگر رکورد آمار مبتلایان جدید کووید 19 شکسته شد و به حدود 127 هزار نفر در یک روز رسید. همزمان با اعلام خبر موفقیت 90% واکسن کرونا که از نقاط تمرکز دونالد ترامپ در مواجهه با همه‌گیری کرونا بوده. او در استقبال از این خبر ساعتی پیش توییت کرده که هم بازار سهام بالا می‌رود و هم واکسن جدید می‌آید. در همین حال 72 روز تا پایان دولت کنونی باقی مانده و هنوز نشانه ای از همکاری دولت دونالد ترامپ برای انتقال مسئولیت ها به دولت جو بایدن دیده نمی شود. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. هادی نیلی از مقابل کاخ سفید همچنان با ماست. هادی، کاخ سفید هنوز خبرسازه و آقای ترامپ تصمیم های غیر منتظره می گیره. بله، همین دقایق پیش در توییتر اعلام کرد وزیر دفاعش رو اخراج کرده، گفت در واقع کار او خاتمه پیدا کرده، حتی شاید بشه گفت از لحنش از اخراج کردن هم تندتر بود. آقای ترامپ وزیر دفاع قبلیش رو هم اخراج کرده بود در پی اختلاف نظرها. مارک اسپر وزیر دفاعی که الان اخراج شده در ماه‌های اخیر حرفش بود و به نظر می‌رسید که در مواردی با دونالد ترامپ توافق کامل ندارند و در همین روزهای اخیر هم دوباره شایع شده بود که شاید آقای اسپر بخواد استعفا بده، ولی آقای ترامپ پیش‌دستی کرده یا به هر ترتیبی وزیر دفاعش رو به این ترتیب مرخص کرده. اینجا در مقابل کاخ سفید گروهی از کسانی که خوشحالند از اینکه دونالد ترامپ در انتخابات رأی نیاورده شعارهایی نوشتن، مثلا نوشتن ترامپ اخراج شده. شاید آقای ترامپ از این هم راضی باشه و خوشحال باشه که این روزها حرف از اخراج کس دیگه هم اینطور در خبرها مهم بشه. هنوز دونالد ترامپ شکست رو قبول نکرده. در این صورت انتقال قدرت به چه شکل انجام میشه؟ معمولاً یک نهادی هست، یک اداره به اسم اداره خدمات دولتی که معمولاً اداره مورد توجهی نیست. وقتایی مورد توجه قرار میگیره و کارش مهم میشه که یک رئیس جمهور داره از کاخ سفید میره و رئیس جمهور جدیدی میاد. معمولاً این اداره اولین جاییه که به طور رسمی از نظر اداری و در سطح کاغذبازی به رسمیت میشناسه رئیس جمهور جدید رو و اجازه میده که میلیون ها دلار بودجه که استفاده میتونن بکنن رؤسای جمهور در اختیار گروه به اصطلاح گروه گذار قدرت قرار بگیره، گروهی که انتقال قدرت از رئیس جمهور کنونی به رئیس جمهور بعدی رو فراهم میکنن. ولی اینطور که ما میشنویم هنوز این اداره حاضر نشده تصدیق بکنه و تایید بکنه پیروزی جو بایدن رو در انتخابات و به این ترتیب میلیون ها دلار بودجه و همینطور دسترسی به ادارات و در واقع فضاهای اداری دولتی و همینطور اجازه حضور افراد رئیس جمهور جدید در این محل و همینجور همراهی با تیم کنونی در اداره‌های مختلف گرفته شده. معمولاً این ترتیبات داده میشه که وقتی رئیس جمهور جدید در قدرت قرار میگیره بعد از تحلیف ریاست جمهوری بلافاصله از همون دقیقه اول کاملاً عملیاتی باشه دولت و بتونه اونطور که میخواد عمل بکنه، آدم‌هاش رو داشته باشه و مشخص باشه که کار کجاست. ولی هنوز دولت آقای ترامپ این رو تایید نکرده که عجیب هم نیست، چون خود آقای ترامپ هنوز تایید نکرده و در واقع به رسمیت نشناخته نتیجه پیروزی جو بایدن رو که در ایالت‌های متعددی تونست امتیاز بیشتر رأی الکترال رو جلب کنه و فراتر از مرز لازم برای رأی الکترال بره. اینطور که ما میشنویم بعضی جمهوری‌خواهان هم تا الان منتظر بودن همچنان که از خود دونالد ترامپ اول بشنوند که نتیجه رو به نوعی یا قبول میکنه یا حتی اگر هم همچنان بر اون ادعای اولیه‌اش در مورد تقلب گسترده، در مورد اینکه حقش خورده شده، در مورد اینکه این انتخابات منصفانه و آزاد نبوده، ادعاهایی که البته براش شواهدی ارائه نمیکنه که به اندازه این ادعاها در واقع باشه، با این حال جمهوری‌خواهان امیدوارن همچنان آقای ترامپ به نوعی قبول بکنه و با وجود تکرار این ادعاها باز هم قبول بکنه که باید زمام رو به رئیس جمهور منتخب جو بایدن بسپره. قراره که تا ساعتی دیگه مجلس سنا هم تشکیل بشه. مجلس سنا در کنگره آمریکا همچنان اکثریتش دست جمهوری خواهانه و شاید ما اونجا از سناتورهای جمهوری خواه بیشتر بتونیم بشنویم که آیا در مورد حرفی دارن یا نه، ولی اساساً همین سکوتی که
تا الان خیلی از جمهوری‌خواهان کردن در این مورد خودش مورد توجه قرار گرفته. ممنونم از هادی نیلی همکارم از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا هم از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای بولتون، شکست دونالد ترامپ به معنای ناکامی سیاست فشار حداکثری علیه ایران هم هست؟ من فکر نمی کنم که دولت بایدن واقعا چه کار خواهد کرد و نتایج این دولت چه خواهد شد. ولی بزنید یه ذره به عقب برم. من واقعا فکر نمی کنم ما فشار حد اکثری رو داشتیم علیه ایران اعمال می کردیم. فکر می کنیم خیلی از تحریم هایی که می تونستیم علیه ایران اعمال بکنیم نکردیم. این خودش یه شکست دولت ترامپ بود. اون چه که الان جو بایدن گفته اینه که او میخواد به توافق هسته‌ای برگرده اگر ایران طبق توافق هسته‌ای عمل بکنه. من فکر کنم بایدن بعداً در خواهد یافت که دنیا خیلی عوض شده وقتی در سال 2016 دیگه سمت معاون رئیس جمهوری رو از دست داد. واقعیت اینه که رفتار خیلی بد ایران هستش، حمایتش از تروریسم و فعالیت‌های موشکیش هست در کنار برنامه‌های هسته‌ایش که واقعا باید مورد رسیدگی قرار بگیرن. بنابراین فکر می‌کنم که سیاست جو بایدن به یک مسیر اشتباهی خواهد رفت. نمی‌خوام خیلی اغراق بکنم ولی واقعا فکر کنم که این یکی از پیامدهای سیاست غلط جو بایدن هست که تبعاتش رو به زودی خواهیم دید. همین حالا خبرها حاکی از اینه که در 70 روز باقی مانده هم هر هفته دونالد ترامپ میخواد تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران وضع بکنه. آیا آقای بایدن میتونه این تحریم‌ها رو برداره؟ بله اگه بخواد میتونه همزمان تمام این تحریم ها رو لغو کنه. ولی همین نکته که شما الان گفته این دقیقا نشون میده اون شرایطی رو که من میخوام برای شما توضیح بدم. اگه ما واقعا سیاست فشار حداکثری رو اعمال میکردیم پس چجوری انقدر تحریم های بیشتر هست که میشه اعمال کرد؟ این تحریم هایی که میخوان علیه ایران اعمال بکنن در واقع نشانه شکست دولت ترامپ هست. آقای بولتون، من کتاب شما رو خوندم. شما در کتاب خودتون بیشتر از 700 بار نام ایران رو آوردید و بخش بزرگی از کتاب شما توضیح میده که چقدر برای مقابله با ایران تلاش کردید. چرا اینقدر از حکومت ایران متنفر هستید؟ تا حد زیادی دلیلش این هست که چقدر اونها آمریکایی رو بعد از انقلاب 57 کشتند از طریق بمب‌گذاری هایی که از به وسیله گروه حزب الله در لبنان انجام دادن، در جنگ عراق یا همین حالا با حمله‌ای که از طریق گروه های نیابتی خودشون به نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام میدن. همینطور به این دلیل که این حکومت واقعا تهدید اصلی به امنیت جهانی هست، نه فقط به خاطر برنامه‌های موشکیش که واقعا یک تهدید جهانی هست، اما به خاطر حمایتش از تروریسم و به خاطر عملیاتی که باعث روبودن ثبات از عراق شده، روبودن ثبات از سوریه شده، کمک‌هایی که به حزب الله لبنان می‌کنه. این حکومت واقعا یک حکومت خطرناکی است. من فکر نمی‌کنم این حکومت نمایانگر اراده مردم ایران باشه. من فکر می‌کنم اگه مردم ایران واقعا یک گزینه آزاد داشتن که میتونن منصفانه انتخاب بکنن بین گروه‌های مختلف سیاسی، فکر می‌کنم این انقلابیون و این طرفداران حکومتی بخش خیلی کوچکی از این آرا رو به خودشون جلب بکنن. آقای بایدن، اگر ببخشید آقای بولتون، اگر منظورتون جان آمریکایی هاست و همینطور اینکه دولت ایران از نظر آمریکا دولت حامی تروریسم به حساب میاد، شما خودتون در سال 2010 در جمعی حاضر شدید در میان گروه مجاهدین خلق، سازمان مجاهدین خلق سخنرانی کردید که در همون زمان در لیست حامیان تروریسم بود از طرف دولت آمریکا و قبل از انقلاب هم اونها تعدادی از آمریکایی ها رو کشتند. بله. سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت به خاطر مدن اوربایل، وزیر خارجه سابق آمریکا، برای اینکه فقط باعث خوشنودی آیت الله ها در ایران بشه. کی اینها را لیست در آورد؟ کی اینها را لیست تروریستی در آورد؟ هیلاری کلینتون. ولی در
سال 2012 از لیست خارج شد. شما در سال 2010 در پاریس در نشست اونها شرکت کردید، برای شرکت در اون نشست پولی هم دریافت کردید، در اون زمان در لیست حامیان تروریسم در آمریکا بودند. Right and wrongly so, and you know who else بله. بله، میدونید چه کسانی دیگه در اون کنفرانس صحبت کردند؟ پاتریک کندی، یکی از سناتورها از ایالت ماساچوست، هاورد دین، یکی از مقامات بلندپایه کنگره، جوزف لیبرمن، یکی دیگه از سناتورهای حزب دموکرات. من میتونم خیلی صحبت بکنم. حکومت ایران تونسته مخالف‌های زیادی رو تشکیل بده، هم در آمریکا هم در جاهای دیگه، و طبیعیه که خیلی ها، هم دموکرات ها هم جمهوری خواه ها، در این ائتلاف ضد حکومت باشن، و این خودش نماینده رفتار حکومت ایران. یعنی شما میگید که اگر بقیه قوانین ایالات متحده را رعایت نکردن، شما هم میتونید رعایت نکنید. بگذاریم از این بحث. آقای ترامپ انتخابات رو که قانونی را زیر پا نگذاشت. بین کسایی که اونجا بودن، مایکل کیزی هم اونجا بود، یکی از دادستانهای عمومی آمریکا. بنابراین نمیشه صحبت از نقض قوانین در صورت انتخابات رو آقای ترامپ واگذار کرد، ولی 70 میلیون رأی جمهوری خواهان رو با خودش داره. تصویری که شما در همین کتاب خودتون از آقای ترامپ میدید، او رو شخصی بسیار ناکارآمد و ناآگاه به مسائل سیاسی تصویر میکنید. او در این مدت از نظر شما با حزب جمهوری خواه چه کرد؟ Well, I think he's caused damage to the party. من فکر کنم که اون به حزب جمهوری خواه آسیب زده، فکر میکنم به آمریکا آسیب زده، ولی فکر میکنم این آسیب‌ها جبران پذیر هستند. من فکر میکنم که جمهوری خواه حالا بین خودشون صحبت‌های زیادی خواهند داشت، حالا که انتخابات تموم شده. من فکر کنم جمهوری خواه بین خودشون صحبت خواهند کرد. من فکر نمیکنم این چالش‌هایی که ترامپ داره به نتیجه انتخابات نشون میده، فکر نمیکنم اینا موفق بشن. فکر میکنم سیاست‌های بایدن شباهت زیادی به سیاست‌های دولت اوباما دارند، که واقعا متاسفم از این بابت. من نه از به اوباما رأی دادم نه به ترامپ، به دلایل مختلف. بنابراین من فکر میکنم که مخالفان ترامپ تا قبل از مراسم تحلیف ترامپ، که من جزء اونها هستم، من جزء مخالفان ترامپ قبل از مراسم تحلیف هستم و بعد از اون هم جزء مخالفان دولت بایدن خواهم بود. از همین حالا گفته میشه که آقای ترامپ ممکنه یک دفعه دیگه خودش رو کاندید بکنه. واقعا اگر او بخواد چنین کاری بکنه، حزب جمهوری خواه، کسانی مثل شما، در چه موقعیتی قرار میگیرید؟ Well, he'll have to fight for that nomination. من فکر کنم او واقعا باید بجنگه که بتونه نامزد حزب جمهوری خواه بشه. فراموش نکنید که هیچ رئیس جمهوری که در سمت خودش نشسته بوده تا به حال شکست خورده و بعد دوباره سعی کرده که رئیس جمهور بشه. تنها بار که اتفاق افتاد 280 سال پیش بود. فکر نمی‌کنم این سنت خوبی باشه که دونالد ترامپ بخواد بذاره. فکر کنم دونالد ترامپ این کرسی رو ترک کنه، دیگه واقعا برنگرده به این کرسی. و در نهایت شما یک بار نزدیک بود که آمریکا رو به جنگ ایران ببرید، تا مرز جنگ پیش بردید. فکر می‌کنید که با آمدن بایدن خطر جنگ بین آمریکا و ایران کلاً رفع میشه؟ Well, I don't know. I think it depends on. من نمیدونم، واقعا بستگی به شرایط داره. من فکر میکنم که آمریکا به لحاظ نظامی اگه با ایران رو در رو شده، به خاطر این نبوده که خودش خواست این کارو بکنه. 40 سال هست که به هر حال مجبور شده. ما آسیب‌های زیادی دیدیم، تلفات زیادی دیدیم به خاطر رفتارهای تروریستی ایران. میدونید ایران اولین کشور بود که در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار گرفت توسط دولت رونالد ریگان. و اگه بحثمون بحث توانایی آمریکا باشه برای مقابله به مصر علیه ایران و فعالیت‌های تروریستیش، فقط از سپاه پاسداران و فرماندهان سابقشون مثل قاسم سلیمانی بپرسید که توانایی آمریکا چیست. بسیار ممنونم از جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در واشنگتن دی سی با ما.
عباس عبدی روزنامه‌نگار هم از تهران با ما هستند. آقای عبدی، شاید حرفای آقای بولتون رو هم شنیده باشید شما. یکی از مسائلی که الان مطرحه این است که خب با یک فضای جدیدی در آمریکا روبرو هستیم. از نظر شما این فضا تا چه اندازه در ایران به عنوان یک فرصت تلقی میشه برای حل کردن مشکل بین ایران و آمریکا؟ البته باید بهتون بگم که اگر بتونید جهت تلفنتون رو عوض بکنید خیلی بهتره، به خاطر که الان ما متاسفانه ارتباط ما با آقای عبدی قطع شد. به محض اینکه بتونیم دوباره با آقای عبدی ارتباط برقرار کنیم حتما این گفتگو رو ادامه میدیم. فعلا اجازه بدید که بریم به خبری که جهان رو به شدت خوشحال کرده، در شادی فرو برده. همه در انتظار این بودن که ببینن با بحران کرونا چه معامله‌ای خواهد شد، چه اتفاقی در زمینه بحران کرونا خواهد افتاد. البته در به اون خبر هم برمیگردیم. ولی در ایران به گفته وزارت بهداشت 458 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند، یک نفر کمتر از رکورد دیروز. گزارش شده که ظرفیت پذیرش بسیاری از بیمارستان‌ها پر شده و جایی برای بیماران تازه نیست. بحران کرونا در ایران دولت را مجبور کرده که از فردا در 25 شهر پرجمعیت محدودیت کسب و کار برقرار کند. کارشناسان میگویند بعید است محدودیت‌هایی که اصناف غیر ضروری را مجبور به تعطیلی در ساعت 6 بعد از ظهر می‌کند چندان مؤثر باشند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در اهر در شمال شرق ایران اوضاع بحرانی است. تعداد خاک سپاری ها هر روز بیشتر می شود. افرادی عمدتاً بین 30 تا 55 سال. اینجا هم مثل خیلی دیگر از نقاط ایران کرونا بیداد می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، تنها در یکی از بیمارستان ها در بیمارستان باقرالعلوم در یک شیفت روز شنبه 4 نفر درگذشتند. این بیمارستان دیگر گنجایش پذیرش تمامی مراجعان را ندارد. بیماران کرونایی حالا به شهرهای دیگر فرستاده می شوند. اگر توجه کنید تخت‌های ما الان خالی شده، ولی این تخت‌های خالی همینجوری خالی نمی مونه. الان 2 مورد کرونایی بدحال داریم که در شیفت شبکاری بستری خواهد شد و آمار رفته رفته افزایش پیدا می کنه. این نمودار فوتی‌های روزانه کرونا در کشور از هنگام شروع بحران تقریبا 9 ماه پیش. تنها در 24 ساعت گذشته 458 نفر درگذشتند. یک نفر کمتر از رکورد دیروز که 459 نفر بود. و این تازه بر اساس آمار رسمی است. آمار واقعی به اذعان مقام‌های ایران دست کم 2 تا 3 برابر این است. و این نمودار روزانه مبتلایان است که آن هم به صورتی نگران کننده در حال رشد است. طی 24 ساعت گذشته 10,463 نفر، رکوردی تازه. و دلیلی هم وجود ندارد که تصور شود که شیب این افزایش به زودی متوقف شود. در این شرایط است که دولت اعلام کرده است از فردا سه‌شنبه محدودیت‌های کسب و کار در 25 شهر پرجمعیت کشور برقرار می‌شود. بر اساس این تصمیم دولت کسب و کارهای غیر ضروری از ساعت 6 بعد ظهر باید تعطیل کنند. گزارش شده است که ستاد ملی مقابله با کرونا هم سرگرم بررسی پیشنهادی است برای برقراری محدودیت‌های رفت و آمد در تهران از 9 شب روز شنبه. باید بررسی بشه از جمله اینکه اولا این کار چقدر تأثیر رو کنترل بیماری داره، دوم آیا این قابلیت اجرا دارد یا خیر. گفته شده بود که دولت میخواهد تهران را دست کم 2 هفته کاملا تعطیل کند، اگرچه این گزارش تکذیب شده است. گزارش شده است در بسیاری از شهرها بیمارستان ها پر است و معلوم نیست که محدودیت های تازه تا چه حد میتواند به بهبود اوضاع کمک کند. یکی از مسئولان شهر تهران گفته است این محدودیت ها بیشتر شبیه یک شوخی است. مسئول قبرستان بزرگ بهشت زهرا هم گفته که میزان خاک سپاری ها طی 50 سال گذشته از هنگام تأسیس این قبرستان بی سابقه است. کسرا نجی، بی بی سی.
همونطور که اشاره کردم، شرکت آمریکایی فایزر از تهیه واکسن کرونا با 90% اثر بخشی خبر داده. فایزر و شریک آلمانیش بایونتک گفتند که آزمایش مرحله آخر این واکسن روی 43,500 نفر در 6 کشور هیچ عارضه جانبی جدی نشان نداده. قرار است آنها طی هفته‌های آینده برای گرفتن مجوز اضطراری تولید این واکسن در آمریکا اقدام کنند. فایزر امروز را یک روز بزرگ برای علم و بشریت خوانده. این شرکت گفته امیدوار است کمتر از 2 سال آینده 50 میلیون دوز و در سال آینده میلادی 1,300,000,000 دوز واکسن تولید کند. دکتر گودرز دانایی، متخصص همه‌گیر شناسی دانشگاه هاروارد از بوستون آمریکا با ما هستن. آقای دکتر دانایی، این همون خبر خوشیه که ماهاست جهان در انتظار اونه؟ بله، فکر میکنم امروز روز بسیار خوبی برای ما از نظر این خبر هست. واقعا خبر خوشایندیه. بعد از این چه اتفاقی میفته؟ مثلا چقدر طول میکشه که در دسترس همه قرار بگیره؟ مراحل بعدیش همونطوری که اشاره کردین در مقدمتون باید به ترتیب انجام بشه. شرکت، این دوتا شرکت اعلام کردن که تا 2 هفته دیگه در واقع اطلاعات کامل سیفتی، یعنی بی خطر بودن این واکسن رو در اختیار سازمان غذا و داروی آمریکا قرار خواهند داد و سازمان غذا و داروی یا FDA هم به سرعت اونها در معرض بررسی قرار خواهد داد. مطالعه همچنان در حال انجام هست و مریضای بیشتری دارن با این واکسن رو میگیرن. در نتیجه احتمالش همچنان هست که در ماه دسامبر در واقع مشکلی پیش بیاد که چند نفر عارضه داشته باشن، ولی اگر همه چی خوب پیش بره تا پایان ماه دسامبر نتایج کل مطالعه انجام خواهد شد. نتایجی که ما الان داریم در واقع نتایج بررسی اولیه است که تو پروتکل مطالعه بوده، ولی نتایج نهایی نیستن. مجبور منتظر نتایج نهایی باشیم. از نظر اقدامات بعدی باید این رو ذکر بکنیم اینجا که این واکسن احتیاج به یه در واقع کولد چین و زنجیره سرد بسیار پیچیده داره، باید در دمای خیلی پایین نگهداری بشه و بعضی از کشورها از پیش دارن خودشون رو برای این آماده میکنن. تولیکاندا گفتن که ممکن است تا 5 روز در دمای حرارت یخچال هم دوام داشته باشه، ولی هنوز معلوم نیست. یه مشکلات لوجستیکی ایجاد خواهد کرد برای توزیع واکسن. صرف نظر از اون احتمالاً باید اولویت سنجی هم بکنند. چطور میتونن اولویت ها رو مشخص کنند؟ البته همونطوری که گفتین در بهترین حالت ما ممکنه بود 1,000,000 دوز از این واکسن رو در سال 2021 داشته باشیم. بعضی از کشورها از پیش خرید کردن تعدادی از این واکسن ها رو و اولویت سنجی های خودشون رو هم اعلام کردن و کشور ما هم باید یک کاری مثل همین رو انجام بدن. پرسنل بهداشتی، کسانی که های ریسک هستن، بیمارانی که بیماران زمینه‌ای دارن باید در اولویت قرار بگیرن و دوزهای واکسن به این ترتیب توزیع بشه در جامعه. و در نهایت واکسن، این واکسن خصوصا به معنای پایان کووید 19 ممکنه. فکر می‌کنم خوشبینانه است اگر بگیم که کووید 19 پایان خواهد یافت. به هر حال این تعداد دوزها باید اینقدر واکسن در دنیا توزیع بشه که در واقع ما یک ایمنی کلی در کل جهان بر علیه این ویروس داشته باشیم. احتمالش هست که ویروس جایش پیدا بکنه و برگرده با یک mRNA دیگه، با یک گیرنده دیگه، و ما میدونیم که این ویروس آخرین ویروسی نیست که از حیوان به انسان در واقع جایش پیدا میکنه و دانشمندانی که تو حوزه در واقع اکولوژی و بیولوژی مطالعه میکنن این احتمال رو نسبتاً بالا خواهند داد که در چند سال آینده، در آینده نزدیک، ممکن است ویروس دیگه یا باکتری دیگه ای دوباره همین مشابه پدیده رو برای ما ایجاد بکنه. بنابراین خوب است که این درس هایی که در پاندمی در واقع کووید 19 گرفتیم رو با خودمون نگه داریم و مثل کشورهایی مثل تایوان که از درس سارس استفاده کردن برای سارس کووید 2 و تونستن خیلی خوب جلوی بیماری رو بگیرن، ما فکر کنم که درس های بسیار مهمی آموختیم در مقابله با کووید 19. ممنونم از شما آقای دکتر. دکتر گودرز دانایی، متخصص همه‌گیرشناسی دانشگاه هاروارد در بوستون آمریکا. بله، همونطور که اشاره کردیم، شکست دونالد ترامپ و پیروزی جو بایدن بر فضای سیاسی آمریکا و همینطور جهان کم و بیش تأثیر گذاشته. عباس عبدی، روزنامه‌نگار از تهران با ما هستند. آقای عبدی، خوشحالم که ارتباط ما با شما برقرار شد. گشایش در بهبود روابط ایران و آمریکا رو در فضای جدید چقدر محتمل میدونید؟ والا یه بخشش این برمیگرده به اینکه ببینیم دولت جدید آمریکا چی کار میخواد بکنه، چون این سیاستی که ترامپ تا حالا پیش گرفته به هیچ معنا قابل توجیه نیست. همونطور که شما صحبت هم کردین با آقای بولتون، نشون میداد که اصلا اینا یه معیار کاملا شخصی دارن و این حد از
فشار و تحریم و به خصوص اضافه شدنش به هفته های آینده نشون میده بیش از اینکه منافع کشور و منافع ملی کشور را مطرح بشه، در واقع یه نوع لج و لج بازی های شخصی و کینه های شخصی است که تعیین کننده است. بنابراین اگر چنانچه بایدن بیاد و یه فضایی رو باز کنه، قطعا یه فشارهای کم خواهد شد، یه بخشایی هم از این تحریم ها احتمال زیاد حذف میشه، ولی اگه برگرده به یه شرایط قبل از اینکه آقای ترامپ در واقع این سیاست رو پیش گرفت، اگه به اون شرایط برگرده، به گمان من توپ رو میندازه توی زمین ایران. ولی اگه نه، همین سیاست رو ادامه پیدا کنه، حالا به دلایل مختلف ممکنه این سیاست رو ادامه پیدا کنه، فکر میکنم که هیچ گشایشی رو بتونیم انتظار داشته باشیم. در زمین ایران بازیگران اصلی تندروها هستند، اونها از همین حالا حرفشون اینه که مذاکره با اوباما چقدر نتیجه داد، چقدر مثلا گره از کار ایران باز کرد که مذاکره با بایدن باز بکنه فضای ایران رو. ببینید اونا بیشتر صحبت میکنن، یعنی تو فضای رسانه هستن، ولی واقعیت اینه که بخش اونی که تصمیم گیره همون کسی که تصمیم گرفته برجام رو بپذیرن، فارغ از اینکه بعدها بهش انتقادی چیزی داشتن یا نداشتن. ولی نکته اساسی اینه که حالا که برجام رو پذیرفتن، اینا از برجام که نمیخوان برن بیرون، یعنی هزینه های برجام رو دارن میدن بدون اینکه هیچ منافعی از اون نصیبشون بشه. بنابراین خب اگه این کار رو ادامه بدن، این کار نابخردانه است و من گمان نمی کنم که اونا در عمل دست بالا رو داشته باشن، مگر اینکه تو اختلافات سیاست داخلی بیفتیم و اونا به لحاظ رسانه‌ای یا جار و جنجال دستشون بالا باشه. ولی نظرتون اگه اونا تصمیم نابخردانه‌ای بگیرن خیلی عجیبه؟ عجیب نیست اگه در اختیارشون باشه. ببینید یه نکته رو توجه کنیم، این مهمه. اونا چرا از ترامپ دفاع میکردن؟ برای اینکه میخواستن مسئولیت این نوع تنشی که به وجود میاره بندازن به زمین آمریکا. همین سوالی که در واقع شما مطرح کردید به یه شکل همینو میخواست نشون بده. اما الان که دیگه تو زمین اونا نباشه، به این راحتی نمیتونن این کارو بکنن و به نظر من رهبری هم زیر بار این قضیه نخواهد رفت. اگه دقت کنید سخنان رهبری رو، محدودیت گفتگو رو مشروط کرده بود به مسئله ترامپ و واقعا هم نمیشد با ترامپ گفتگو اجری که چون اصلا هیچ پایه‌ای رو برای گفتگو مطرح در واقع طرح نمی کرد و امکانش رو فراهم نمی کرد. ولی من فکر میکنم که حکومت ایران مجبور میشه توی حدی در رابطه با دولت جدید اگر یه همراهی های صورت بگیره حتما یه گفتگوهایی رو شروع کنه. انتخابات 1400 در پیش، انتخابات قبلی 4 سال پیش و همینطور حالا 3 سال پیش و همینطور انتخابات اولی که آقای روحانی بر سر کار اومد، تحت تأثیر تلاش آقای روحانی بود برای برداشتن تحریم ها، برای گفتگو. در این فضا فکر میکنید که چه انتظاری میشه داشت؟ این بستگی داره که انتخابات چجوری بخوان برگزار کنن. ما دو جور میتونیم انتخابات رو برگزار کنیم. یکی این که خواهان رأی بالا باشن. خواهان رأی بالا باید حتما انتخابات باز بشه، یه بخش عمده از اصلاح طلبا و دیگران پاشون بذارن میدون، یه نامزد مناسب خودشون هم داشته باشن و بتونن انتخابات رو گرم کنن که مثلا رأی آرای مردم به 40 میلیون و بالاتر برسه. این چیزیست که خواست حکومت بوده همیشه و صادقانه هم میخواستن، برخواست خوب به تبعاتش باید ملتزم میبودن که نبودن. اگه این انتخابات 1600 بخوان تو این چارچوب برگزار کنن، قطعا این مسئله دوباره برجسته خواهد شد، این مسئله گفتگو و حل مسائل برجسته خواهد شد. اگه ترامپ میومد برجسته نمیشد، قطعا عکسش تر میشد و یکی از دلایلی که این تندروها میخواستن ترامپ بیاد همینه. اما اگر انتخابات رو محدود بخوان برگزار کنن، این انتخابات مجلس سال گذشته، در این صورت به نظر من این شعار خیلی برجسته نخواهد شد. اما یه اشتباهی ممکنه اینا صورت بدن و اون اینی که وقتی که رقابت محدود تو خودشون هم باشه، آدم ها میرن دنبال رأی گرفتن و یکی از زمین های رأی گرفتن همین شعاره.
بنابراین تو همون انتخابات محدود هم حتما کسانی پیدا خواهند شد که شعارهای همسو با این ایده را مطرح. بسیار ممنونم از عباس عبدی، روزنامه‌نگار در تهران. سازمان حفاظت محیط زیست ایران پروژه بزرگ انتقال آب از خلیج فارس به صنایع استانهای کویری را تایید کرده. هفته پیش بهره برداری از پروژه شیرین سازی آب خلیج فارس و انتقال آب شیرین شده به این مناطق شروع شد. هزینه های مالی و زیست محیطی این پروژه در مقابل فواید آن مورد بحث کارشناسان بوده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. آب، آبرویش را مدیون قدم‌های توست ای زمزم عشق. این پاسخ ایران به بحران ورشکستگی آبی است. انتقال آب از خلیج فارس به مناطق کویری، عمران و آبادانی، شکوفایی صنعت. بخش عمده این آب قرار است به صنایع معدنی برسد، صنایعی که در استانهای خشکی مثل کرمان و یزد فعالیت دارند، ولی نهایتاً به 17 استان. این پروژه تنها در فاز اول خود 1/10 کل آبی را شیرین سازی می کند که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس برای تمام مصارف خود شیرین سازی می کنند. هزینه این پروژه عموماً بر دوش دست‌اندرکاران این صنایع است. آنچه این صنایع تقبل نکرده اند، مثل خیلی از صنایع جهان، هزینه آسیب‌های زیست محیطی این پروژه است. شیرین سازی آب یکی از راه حل‌های بشر برای جبران کم آبی یا دسترسی نداشتن به آب است. مشکل آن هزینه و آسیب‌های زیست محیطی است و اینکه آیا به فوایدش می‌ارزد یا نه. از محل کارگزاری صدها کیلومتر لوله آب در دل طبیعت کشور گرفته تا خالی کردن 30,000 تا 40,000 لیتر پساب شور و شیمیایی در خلیج فارس. طرح بسیار عظیم و بزرگی هست. نکته که حسن روحانی در انتهای مراسم بهره برداری پروژه در حد یک جمله گذرا به آن اشاره کرد. پساب رو در چند کیلومتری وسط دریا برمیگردونیم که برای آب زیان مضر نباشه. و این بجز تخریبی است که لایروبی کف خلیج فارس در مقیاسی صدها برابر کشتی‌های سید ترال به بار آورده. به طول 2300 متر و به عرض 100 متر و به عمق 10 متر دریا شکافته و لاروبی شد و سپس لوله‌های زیرآب دریایی به قطر 2.5 متر و به طول 16 متر در 10 خط برای آبگیری انتقال پساب نصب گردیده است. شیشه ناامیدی را شکسته ایم. برای دولت ایران اجرای چنین پروژه‌ای در شرایط تحریم و خطر کم آبی یک دستاورد بزرگ است، چرا که میگوید به یک منبع پایدار آب شرب و آب مورد نیاز صنایع دست یافته. ولی مصرف انرژی این قبیل پروژه ها انقدر بالاست که بررسی سود و زیان ها را قابل تحمل می کند. مثلا عربستان حداقل 25% سوخت فسیلی خود را صرف شیرین سازی آب می کند. ایران همین الان نزدیک به نیمی از نفتش را به مصرف داخلی می رساند که با این قبیل پروژه ها بسیار بیشتر هم خواهد شد. صنایع مس و فولاد کرمان حدود 3% منابع آبی این استان را صرف می کنند. نزدیک به 95% آب برای کشاورزی صرف می شود. کارشناسان می گویند اگر سرمایه گذاری ها در این منطقه صرف مدرنیزه کردن کشاورزیش یا ایجاد تصفیه خانه برای بازیافت آب فاضلاب می شد، نیازی به انتقال آب از خلیج فارس نبود. آنها میگویند کاش از همان آغاز این صنایع آببر در نزدیکی سواحل ایران بنا میشدند تا آن مناطق هم محروم نمانند. حسن روحانی گفت که هزینه انتقال این صنایع به طرف آب کمتر از هزینه انتقال آب به این صنایع بوده. محاسباتی هم که من دیدم این رو نشون میده که ما باید آب رو ببریم کنار معدن و این به صرفه ماست و این کار امروز تحقق پیدا کرده. تکمیل این پروژه صدها میلیون متر مکعب آب بیشتر را به صنایع 17 استان ایران میرساند که فعلا ارزاوری آنها از 10 میلیارد دلار در سال بیشتر نیست. سیاوش اردلان، بی بی سی. علی میرچی، استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهاما، از شهر استیل واتر از ایالت اوکلاهاما با ماست. آقای میرچی، در گزارش اشاره شد که دولت حرفش اینه که این یک منبع پایدار و همیشگی آبه، اینطوره؟
به هر صورت خلیج فارس و دریای عمان یک پیکره آبی بسیار بزرگه، اما همونطوری که در گزارش بهش اشاره شد، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم دارن از این منبع استفاده میکنن و در واقع این یک منبع مشاع بین همه این کشورها هست و رقابتی که برای شیرینسازی آب از این منبع در خواهد گرفت میتونه مثال کلاسیک تراژدی منابع مشاع رو در دراز مدت ایجاد بکنه که ذینفعان با بهره برداری بی قاعده از این منبع میتونن در واقع بقای این منبع رو در دراز مدت به خطر بندازن و مشکلات مهم زیست محیطی برای اون ایجاد بکنن. منظورتون چیه؟ یعنی ممکنه که خشک بشه اونجا؟ ما در سالهای اخیر دیدیم که دریاچه های بزرگ خشک شدن، ولی خب خلیج فارس متصل هست به آبهای آزاد بین المللی. نه، فکر نمی کنم که در واقع در خلیج فارس ما با خطر خشک شدن اون منطقه روبرو باشیم، ولی میزان شوری آب و مدیریت پساب شور در اونجا از نظر بقای اکوسیستم های آبی بسیار مسئله ساز هست و باید اون رو به صورت شفاف و علمی و دقیق گزارش کرد تا کارشناسان مستقل هم بتونن در اون باره مطالعه و اظهار نظر بکنن. چطور میشه چه این کاری کرد؟ ما میدونیم که خود خلیج فارس به خاطر اینکه یک آبراه بین المللی است، کشتی ها در اون تردد بسیار دارن، یکی از آلوده ترین آبراهای جهان هم هست. به هر صورت لازمه که مطالعات پایه‌ای این طرح منتشر بشه و در واقع مدل سازی هایی که صورت گرفته برای اینکه ببینن که توازن نمک دریای خلیج فارس به چه صورت بررسی شده، اینها رو باید دیتاهای پایش رو، اطلاعات پایش رو منتشر بکنن، مدل هایی که در نظر گرفتن، فرض هایی که در نظر گرفتن و در نهایت تجزیه تحلیل هایی که کردن، گزینه هایی که در نظر گرفته شده، همه اینها باید به روشنی در اختیار عموم قرار بگیره تا بشه این صحت و سقم ادعاها رو بررسی کرد. آقای روحانی اشاره کردن که این اشکال خاصی در توازن نمک دریای در واقع خلیج فارس ایجاد نمی‌کنه، اما ما شاهد شورتر شدن خلیج فارس هستیم و لازمه که عواقب زیست محیطی همچین طرح‌های بزرگی به خوبی بررسی بشه و به خصوص که ممکنه استفاده از آب خلیج فارس به عنوان یک منبع پایدار اونجوری که ذکر میشه بتونه رقابت گسترده‌ای رو در آینده بر روی این آبها ایجاد بکنه. آقای میرچی، ما میدونیم که بخش‌های بزرگی از ایران دچار کم آبی هست. در این اواخر نماینده‌های مجلس مثلا نمونه هایی از آب خوردن مناطق خودشون رو نشون دادن که بسیار آلوده بوده. هیچ راه حل جایگزینی داره ایران، دولت ایران، برای تأمین آب شرب و همینطور آب صنایع در اون مناطق؟ بله، در گزارشتون هم اشاره کردید بعضی راه حل ها این هست که بعد دولت و کشور باید استراتژی خودش رو درباره مدیریت فاضلاب ها و استفاده از اونها مشخص بکنه. مسئله دیگه بهبود مدیریت آب کشاورزی است، مدیریت تقاضای شهری و صنعت و همچنین آبخانداری و استفاده از آبهای زیرزمینی شور در اون منطقه. یعنی بحث اصلی این نیست که آیا یعنی نباید به هیچ وجه هیچگاه از آبهای آزاد استفاده کرد و اونها رو شیرین سازی کرد و به فلات مرکزی ایران انتقال داد. بحث اصلی این است که آبهای ارزانتر در دسترس است و روش‌های مختلفی که وجود داره در حال حاضر به خوبی و به صورت کامل استفاده نشده و گزارشاتش منتشر نشده. هموطنان ما در حاشیه جنوب کشور با بحران‌های آب شرب دست و پنجه نرم می‌کنن، بنابراین طبیعی هست که در اون مناطق بتونیم از این تکنولوژی‌های آب شیرین‌کن استفاده بکنیم تا بتونیم سلامت و دسترسی آب شهروندان رو تضمین بکنیم. اما اینکه بخوایم پایه‌های مدیریت آب کشور رو بر پایه دسترسی به آب شیرین شده از خلیج فارس بذاریم در فلات مرکزی ایران و از اون به عنوان امید بزرگ یاد بکنیم، به نظر من این در دراز مدت خطرناک است و ما هم هنوز آب‌های ارزان داخل کشور رو به خوبی مدیریت و استفاده نکردیم. در واقع انتقال آب شیرین از خلیج فارس و یا دریای خزر باید به عنوان آخرین گزینه در مدیریت منابع آب کشور در مد نظر قرار بگیره، اما در سالهای اخیر شاهدش هستیم که به عنوان یک راه حل میانبر داره بهش توجه میشه. ممنونم از علی میرچی، استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهاما.
شاخص کل بورس تهران 2% دیگر افت کرد و به 1,215,000 واحد رسید. کاهش 40% این شاخص ظرف 3 ماه گذشته خشم بعضی از سهامداران را برانگیخته و عده‌ای از آنها در اعتراض امروز مقابل سازمان بورس در تهران تجمع کردند. گزارش بهرنگ تاجدین رو ببینیم. با این یادآوری که برای خرید و فروش سهام به اطلاعات این گزارش اتکا نکنید و حتما از مشاوران صاحب صلاحیت مشورت بگیرید. تجمع سهامداران خشمگین در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. آنها که در ماه‌های گذشته شاهد کاهش ارزش دارایی‌هایشان بودند، مسئولان را در این باره مقصر می‌دانند. شاخص کل بورس تهران فروردین پارسال کمتر از 180,000 واحد بود، ولی ظرف یک سال بیش از 2.5 برابر شد و به 500,000 واحد رسید. از ابتدای امسال تا 19 مرداد این شاخص 300% دیگر بالا رفت و به بیش از 2,000,000 واحد افزایش پیدا کرد، ولی در این 3 ماه بیش از 40% افت کرده. بعضی سهامداران میگویند عالی ترین مقام های کشور آنها را فریب دادند. آقای روحانی، آقای خامنه ای که چند ماه مردم رو ترغیب کردید که سرمایه هاشون رو توی بورس بیارن، توی بورس سرمایه گذاری کردن، شما توی مطبوعات، توی تلویزیون مردم رو دعوت به سرمایه گذاری تو بورس کردید و گفتید که سرمایه گذاری توی دلار و سکه امنیت نداره و محل امن سرمایه های ما بورس هستش. الان که 60%، 70% سرمایه های میلیون ها نفر توی بورس از بین رفته، هر روز صبح از خواب بیدار میشیم و با چشای خودمون آب شدن سرمایه‌مون رو که برای سالها زحمت کشیدیم و میبینیم و هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. منجلابی درست کردید که حتی با همین ضرر 60-70% بیشتر از نصف سرمایه‌مون از بین رفته، بازم نمیتونیم از این منجلاب بیرون بیاییم. از آغاز افت بازار، کاهش نقدشوندگی به موزلی جدی برای بازار سهام تبدیل شده. صفهای پارسال متقاضیان ورود به بورس جایش را به صفهای مجازی فروش داده، ولی خریداری نیست. در مقابل، در اولین روز کاری بازارهای مالی از زمان اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شاخصهای بورس در گوشه و کنار جهان رشد قابل توجهی را تجربه کردند. رشدی که علاوه بر کاهش نگرانی از بدرازا کشیدن فرایند انتخابات، ناشی از خبرها درباره کارایی قابل توجه واکسن شرکت فایزر برای ویروس کرونا بود. بازار مستعصل بود. به شدت تشنه شنیدن کوچکترین خبر خوبی درباره این ویروس بودند. این 4-5 ماه فقط خبر افزایش موارد ابتلا، موارد بستری و موارد مرگ را شنیده بودیم. در نتیجه این خبر خوبی بود و بازار هم جدی گرفتش. می‌بینیم که هتل‌ها، صنعت حمل و نقل و سرگرمی و قیمت نفت افزایش قابل توجهی داشتند. چون تصور میشه با شروع سال 2021 رشد اقتصادی افزایش قابل توجهی پیدا کنه. رشد سرسام‌آور قیمت سهام در ایران در شرایطی اتفاق افتاد که تحریم‌های آمریکا و شیوع کرونا اقتصاد کشور را به رکود عمیقی برده بود. همین بود که بعضی از کارشناسان هشدار می‌دادند که این رشد ممکن است چندان پایدار نباشد. آنها می‌گفتند بورس جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و سرمایه‌های مردم عادی نیست. این سهامداران می‌خواهند دولت به جای تأمین کسری بودجه با فروش دارایی‌هایش در بورس، با تزریق پول به این بازار کاری کند که شاخص‌ها دوباره سیر صعودی بگیرند. ولی اگر روند 3 ماه گذشته ادامه پیدا کند، چنین اعتراض‌هایی ممکن است گسترده‌تر هم بشود. بهرنگ تاجدین، BBC. بعد از جودو، شطرنج ایران هم در آستانه محرومیت از مسابقه‌های بین‌المللی قرار گرفته. نایجل شورت، نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، میگوید شطرنج ایران به دلیل تبعیض آشکار نسبت به اسرائیل در آستانه تعلیق قرار دارد. در موارد متعدد شطرنج بازان ایرانی از حضور در مسابقات بین‌المللی کنار کشیدند تا با حریفان اسرائیلی روبرو نشوند. نایجل شورت، نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج،
از لندن با ماست. آقای شورت، شما نقش فعالی داشتید در این تصمیم، چرا؟ خب فکر میکنم که خیلی مهمه که به اصول فیده، فدراسیون جهانی شطرنج، و به منشور فیده پایبند باشیم. فیده علیه هر گونه تبعیض، حالا چه این تبعیض ضد کشور خاصی باشه یا نژاد خاصی باشه و غیره. بنابراین ما این اصول رو داریم، درست مثل IOC یا کمیته بین المللی المپیک، اونها هم چنین اصولی دارن. اما در این یکی دو سال اخیر ایران بی‌اعتنایی کرده به این اصول، به این اساسنامه ها به صورت مکرر، فکر میکنم شاید 10-12 بار حتی. خب خودتون هم گفتید که کمیته بین المللی المپیک چنین اصولی داره، ولی ایران عضو این کمیته است، در رشته های مختلف و ورزشی شرکت میکنه. اونها تا حالا غیر از جودو که اخیراً چنین اتفاقی افتاده، در موارد دیگه ایران رو محروم نکردند. دلایل مختلفی میتونه باشه که ایران در زمینهای دیگر، در رشته‌های دیگر محدود نشده، محروم نشده. یکی از دلایل اینه که باید بدونیم شطرنج ایران بسیار بسیار قویه در حال حاضر. شمار زیادی از ورزشکاران، شطرنج بازان جوان بسیار بسیار با استعداد دارن، و خب از طرف دیگه اسرائیل هم از نظر شطرنج یک کشور خیلی قوی محسوب میشه. بنابراین این احتمال هست که به صورت مکرر این دو کشور ورزشکارانشون با هم دیگه، شطرنج بازانشون با هم دیگه روبرو بشن. بنابراین این شاید یکی از تفاوت‌های بین شطرنج و دیگر رشته‌ها باشه. خب اگر ایران محروم بشه، همین شطرنج بازان جوان و با استعدادی که بهش اشاره کردید، اینها دیگه نمیتونن در رقابت‌ها شرکت کنند. من باید تأکید کنم که این پیشنهادی که ما میبریم، پیشنویسی که میبریم به مجمع عمومی فدراسیون شطرنج، این هنوز تصویب نشده. اما این پیشنهاد یا پیشنویس صرفاً تقاضاش اینه که ایران از اساسنامه و منشور فیده پیروی کنه، و اگر فدراسیون شطرنج ایران چنین کنه، خب اون وقت هیچ مشکلی نخواهد بود به هیچ وجه. اما اگر فدراسیون شطرنج ایران سرپیچی کنه و خودداری کنه از عمل کردن به این منشور، مخصوصا در ارتباط با ورزشکاران اسرائیلی که مشکل اصلی است، اینجا تنها مشکل نیست اما مشکل اصلی است، در اون صورت این پیشنهاد خواستار این هست که ایران به صورت اتوماتیک معلق بشه از فدراسیون جهانی. همونطور که گفتم، به صورت مکرر تخلف‌هایی از جانب ایران صورت گرفته، و رئیس موقت فدراسیون شطرنج ایران آقای نیکو خسال قول داده بود که فدراسیون ایران پیروی کنه از اساسنامه فیده، ولی خب میدونیم که این کارو نمی‌کنه، و در واقع این پیشنهادی که من و فدراسیون شطرنج انگلستان تسلیم میکنه، ارائه میکنه، یک فهرست بلند بالایی از موارد تخلف رو ذکر کرده. بنابراین میبینیم که سابقه قبلی، موارد قبلی بوده. ما دیدیم که یک ورزشکار بسیار متشخص، علیرضا فیروزجاه، که یک استعداد بسیار بزرگ و قهرمان بالقوه جهانی است، بدون تردید او الان داره تحت پرچم فیده، زیر پرچم فدراسیون جهانی بازی میکنه، و دقیقاً به دلیل اینکه زیر پرچم فیده بازی میکنه، باید از اصول فیده پیروی کنه، و از جمله آقای شورت ببخشید، با ورزشکاران اسرائیلی باید بازی کنه. موضوع اسرائیل رو جدی گرفتید، در حالی که بسیاری از موارد متعددی از ورزشکاران ایرانی مشکلات دیگری هم داشتن، مثلا در زمینه حجاب. اینی که در اون زمینه چیزی گفته نمیشه، ولی در زمینه اسرائیل موضوع جدی هست، به معنای این است که شما دارید تصمیم سیاسی میگیرید؟
این به هیچ وجه تصمیم سیاسی نیست. ما صرفا داریم میخوایم از فدراسیون شطرنج ایران که همون قوانینی رو ازش پیروی کنه که هر فدراسیون دیگری در فیده ازش پیروی میکنه. میدونید بسیار از کشورها هستن در جهان که مشکلاتی با همدیگر دارن و به شما یک مثال میگم، آذربایجان و ارمنستان. نمیشه که بیایم و ببینیم که این فدراسیون ها همدیگر رو بایکوت میکنن، تحریم میکنن و دقیقا همطوری گفتم آذربایجان و ارمنستان همچه کار رو نمیکنن، با همدیگه مسابقه میدن ولو اینکه در حال حاضر در جنگ با هم هستن. بنابراین این یکی از اصول مهمی است که در ورزش وجود داره. ما قوانین خاص خودمون رو داریم و بی‌طرف هستیم، طرف هیچ طرف رو نمیگیریم از جانب سیاسی، اما از تمام اعضای فیده میخوایم که از این قوانین تبعیت کنند. این طرفداری از اسرائیل نیست، این ضد ایران نیست، این صرفاً تقاضای ماست از این که از همه اعضای فدراسیون جهانی یک خواسته رو داشته باشیم که یک جور رفتار داشته باشن و ایران تا این لحظه چنین رفتار نکرده. بسیار ممنونم از نایجل شورت، نایب رئیس فدراسیون شطرنج در لندن. این روزها در فضای مجازی آثار زیادی با الهام از انتخابات آمریکا منتشر شده. امشب برای انتهای برنامه 60 دقیقه کاری از بابک رجبی رو انتخاب کردیم که در صفحه اینستاگرامش منتشر شده و عنوانش هست چه بایدن چه ترامپ. ما که رسوای جهانیم، چه بایدن چه ترامپ، ناامید از همگانیم، چه بایدن چه ترامپ، یک دم آسوده نماندیم ز باران بلا، داغدار و نگرانیم، چه بایدن چه ترامپ، چه بایدن چه ترامپ. ثروت ما همگی خرج اتینا شده است، آفت افتاده به جانیم، چه بایدن چه ترامپ، گیوه پاره و جیب تهی ما شاهد، روز و شب در پی نانیم، چه بایدن چه ترامپ، چه بایدن چه ترامپ. ممنون که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. چه طرفدار بایدن چه ترامپ. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو هم در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور در کانال ما در یوتیوب تماشا کنید.